سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی عالی و پرتغالی باشه. با یه ویدئوی خفن دیگه با شما هستم از چنل محسن اکسیتاتور. امروز قراره که یه اتاق خیلی مخفی کوچولو کوچولو یا چه شیکوپیک درست کنم واسه عملیات شبانه. میدونید به حال درسته که یه خونه خیلی بزرگه، مثلا با یه آشپزخونه خیلی بزرگ داریم، یه حیات خیلی بزرگ داریم، یا یه زمین تنیس خیلی بزرگ داریم و همینطور یه استخر خیلی بزرگ، ولی متأسفانه حریم خصوصی نداریم. برو که رفتی. الان وقت کمر بی به تو بگم شبا زود بخوابی. بنابراین بهتر که الان به یک دوستانم زنگ بزنم به اسم تربه. باه باه، عجب سوسیس تخمرغی شده ای جونم. خدا کنه که برداره. بله بله بله، با درد. تو نمیگی مردم منتظرن این همه پشت خطت؟ عزیزم زودتر تلفنتو جواب بدین. آخه ببخشید، اگه میدونستم شما اید و همون لحظه اول جواب میدادم. جوره بالا چه کاری داری؟ قراره یه اتاق مخفی خیلی خیلی خفن درست کنم، هستی بیای کمکم؟ معلومه که هستم عزیزم، تا تو نخ دندون تو بکشی منم اومدم. اول اینجایی که فکر میکنم خیلی خفن و احتمالاً مامان و بابا متوجهش نمیشن اینه که زیر همین تخت کارو انجام بدم، یعنی یه دونه چیز بکنیم بریم پایین. تربر به نظرت حل اوکیه؟ آخه عیزم تو بخواد بابات به روی کار، کار تو هم در بیاد بیدونی که. آها، یعنی کار رو کار میشه مثل مثلا خد رو خد تو اینا. الان بعد کجا بریم دقیقا؟ تره بره، این خونه این همه جا داره، این همه بزرگه، اینجا آخه مشکلش چیه؟ مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که بعضی وقتا بابام عادت داره که با صدای بلند فکر میکنه میدونی، بعد همزمان سی اتفاقات بیفته، فعل و انفعالات شیمیایی هم رخ میده که اینجا دیگه حرف نداره جون تو. ویو عالی، آب و هوا فوق‌العاده، تازه هم کف استخر یه گودال بزرگ ایجاد میکنی، هیچکی هم شک نمی کنه به تلور. تو همکار بابام، یعنی بعدی همه سال بابامو نشناختی؟ یعنی بابا میاد بعضی وقتا میشه توش. محسن جون قربونت برم، تو به یه اتاق مخفی نیاز نداری که، به یه بابای دیگه نیاز داری. میبینی بابا حالا این نمیخواد تو مسائل خانوادگیمون دخالت میکنه. دخالت نکن، بگو کجا بریم. چون تو اینجا رو دیگه هیچ بهانه‌ای نمیتونی واسش جور کنی، فضا آزاد فوق العاده. واسه همینه من همیشه زنگ میزنم به تره برام. بکن بکن که میکنم، فقط یه مسئله ای هست. چه مسئله ای؟ بعد چجوری کامیونمو بجارم داخل؟ اینجا که راه نداره به خیابون. حالا چیکار کنیم؟ قصه نخو، یه فکری به سرم زد. ها؟ حالا این شما و این درور، ببین داره چیکار میکنه. و حالا پرواز کامیون ها. بیا اوپرام باز برم شرکت کنم، یادتون باشه کابت بذاری. چرا داری اینجوری نگاه میکنی؟ مگه تو حالا نهیدی کسی با این وسایل کار کنه؟ دیدن که دیدم تره به جام، فقط میدونی مشکل کجاست؟ نمیدونه. مشکل اینه که اینجوری بخوای کار کنی تا 2000 سال آینده فقط به همینو بکنی، بعد تا برسیم دازه به زیر ساختا. میدونی جبه بعد بابا میرسه. بهتره یه زنگ به بابات بزنی ببینی کجاست. آفرین الحق و الاضاف گبکار بابا، یه زنگ بزن به بابا بزنم به دقیقه کجاست. مرتی که یه بدت نخور، چرا باد بادک پاره دادی بهم؟ دیشب همش هوا میداد. تقصیر من نیست که، مگه من تو کارتونشم؟ سکت باش، میتونستی قبلش این جنس رو امتحانش کنی، یعنی بکشم سرش. بر نمیداره بچه ها، نمیدارم چیکار کنم. اینجور مواقع که بر نمیداره احتمالا یا سر کار یا داره به کوب میاد خونه. بله بفرمایین. الو سلام پدر جان، حالتون چطوره؟ ببخشید بگه شماره برو پدر شما سیو نمی کنین. ساکت باش، من شماره بابام هم سیو نمی کنم. تو که کارتو بگو. پدر جان هیچی، زنگ زدم احوالتون رو پرسم، بعد ببینم کی تشریف بیارید خونه که بساط شام مهیا کن، ظهر نهار به پزا باست و خدمتکارمون امروز نیست خونه. نگران نباش بذارم، تا تو درساتو بخونی ما هم میرسیم. میشه بگید دقیقا کی میرسین؟ دقیقا داری چه غلطی میکنی تو اون قرام شده؟ هیچی ببخشید، خداحافظ پدر جون، خداحافظ. عرض میکردم خدمتتون، بله یه دونه از این نمایشگرای بزرگ هست 4K از اونا، آره. بعد یه دونه باکس کامل وازلین، یعنی از اونایی که هست 12 تاییه. جان 6 تاییشو داری؟ بذار. ببخشید یه لحظه، اون مدل دیگه چی بود؟ ثبت کننده، قبلیه، روان کننده.
ببخشید من مثل پشت خطی دارم، ببخشید یه لحظه شما نگه دارید، خط نکنید روی سفارش بود، من الان خدمت دارم. یه لحظه ترور چی شده؟ بله محسن جون، پروژه آماده یه بهره برداری کاملی، اگه کاری دیگه باب نداری من برم که چند تا پروژه دیگه هم از باس انجام بدم. واقعا؟ آه خیلی ازت ممنونم بلبود، اوکی بجه من جبران کنم انشالله. نه نه تو رو خدا اصلا نیاز به جبران نیست، کاری نداری؟ مرسی عزیزم، بریزم تو یعنی به کارد کارد میکنم بسن. خدا نگه داره. باورتون میشه بچه ها چی درست کرده خواستم ترور باید جبران کنم جون شما، حتما ویدئوی بعدی با شیرینی و دستگل میرم یه داریم داخلش هم بهتون نشون بدم، یه سری جنسمنس اونا سفارش دادم، یعنی لپتاپ و صفحه کلید و کیبورد و وازلین واسه روغنکاری لولای در که بهمون بیشتر خوش بگذره. لا 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 اینم از اتاقی که قولشو بهتون داده بودم، بیاید یه چرخ کوچولو با هم بزنیم. خداییش یعنی اصلا آرزوی هر کسی ها این همچین اتاق خفنی داشته باشه، هر وقت دلش خواست بیاد توش، هر کار دلش خواست انجام بده، همه چیش عالیه. بگه نه فقط الان باید سریعتر برگردم بالا تا کسی متوجه عدم حضور من نشه. میدونید حضور من در خونه واقعا خیلی مهمه، وقتی نیستم اصلا همه اسم میکنن که نیستم. شام چطور بود عزیزم؟ عالی درجه یک، اصلا میگم فقط بابا کو من نمیبینمش، نگرانشم. عزیزم بابات کمرش خیلی درد میکرد، رفت که زودتر بخوابه. آخه درد میکرد کمرش، میخوای من برم ببالم کمرشو؟ نه عزیزم اصلا نیازی نیست، احتمالا بابا الان خوابه. چرا اینقدر دیر کردی؟ نگفتی خوابش میبره؟ وای عزیزم ببخشید، قول میدم واسه سنگ تموم بذارم. آخ جون این شد یه چیزی، فقط باید سریعتر شروع کنیم، میترسم پسرت نخوابیده باشه. بالاخره زمانش رسید و الان میتونم فیلم مورد علاقه رو به تنهایی تماشا کنم. فقط یه درد دل با خدا دارم. خدایا تو میدونی که به هر حال من چقدر بنده خوبی هستم، همین یه شب و اگه لطف کنی واقعا شرایط هم اینجوری استیبل کردن است دیگه واقعا عالی میشه و قول میدم که دیگه شبهای بعدی هم فقط کارهای خوب خوب انجام بدم. این دستپال من کجا؟ دایی که فیلمش گریه داره، از الان رفتم تو هست دیگه. آخه اون نکن اون کار نکنی، اون گناه داده خدا، نگاه کنید چه فیلم های بچه هم بچه زلزله شده. خدای خدا خدای بایی همه یه شب قرار بود و که همه چه درست نگه داری، از شب دیگه هر چی کار خلافه که انجام دادم انجامش میدم، خلاف پشت خلاف. این درسته واقعا، یعنی خیلی مهم نیست، مهم اینه که به هر حال نقشه بعدی چی باشه به نظرتون. لطفا واسم کامنتش کنید و مواظب خودتون باشید، من الان همه چی میریزه فکر کنم رو سر صورتمون، من برم چک کنم ببینم دقیقا کدوم منطقه ها زلزله شده و یه زنگم میتونم بزنم به تلوه و الان شما برید به زنگ میزنید. خیلی قربونتون، مواظب خودتون باشین تا یه ویدئوی دیگه بچه ها.